حکومت ناحیه خوالین پس از حادثه سرکفانی 8 تن از زائران مزار حضرت سلطان اویس قرنی که به عنوان روحانی معروف زمان حضرت علی یاد می شود ورود به داخل مقبره این شخصیت مذهبی را منع کرد. حادثه ماه آگوست سال 2016 رخ داد و مورد توجه ساختارهای حفظ حقوق قرار گرفت. مقامات با تاکید به اینکه رفتار زائران خلاف به عملهای پیروان مذهبی حنفی بوده است با این زائران صحبت انجام دادند. مایه نگرانی آنها اجرای سنت و عملهایی بوده است که از نظر اول گویا دارای خصوصیت خشونت‌آمیز است و خلاف به مقررات مذهبی حنفی بوده است. کارشناسان میگویند اگر واقعا هم این گروه با طرزی که مقامات میگوید مراسم ادا کردند، پس احتمال شیعیان هستند که برای ادای مراسم اعضا آمده بودند. در تاجیکستان فعالیت‌های مذهبی تحت نظارت گرفته شده، اجرای سنت‌های غیر از مذهبی سنی در چشم جامعه معمولا سنجیده می‌شود. مقامات بارها با تاکید به پیروی مذهبی حنفی سنی بودن مردم تاجیکستان و با یادآوری از جنگ 5 ساله شهروندی گفتند که وجود گروه های مختلف مذهبی می تواند باعث ایجاد تفرقه و نزاع در جامعه شود. با این دلیل در تاجیکستان چندین سازمان مذهبی خصوصیت سیاسی داشته، نظری سلفیه، حزب تحریر و دیگرها منع شدند. ولی سازمان های دفاع از حقوق انسان تاجیکستان را برای محدود کردن حقوق پیروان ادیان غیر انتقاد میکنند. به نقل مقامات خوالین، حادثه مذکور در یک روز ماه آگوست سال گذشته رخ داد. 8 تن از مهمانانی که گفته می شود ساکنان ناحیه حصار بودند، ضمن زیارت مزار حضرت سلطان اویس قرنی داخل مرقد شده و بالای گوری این شخصیت عملهای سرکفانی و خونشار کردن خود را انجام دادند. اخیرا نورالله میرزازاده رئیس ناحیه خوالین در نشست خبریش گفت که یک گروه میمونان به زیارت مزار حضرت سلطان اویس قرنی آمده و در داخل مرقد حضرت سلطان ضمن طاعت و عبادت سرهایشان را در در تریزه ها زده همه را پر از خون کردند. با این دلیل به گفته رئیس ناحیه خوالین پس از این حادثه با دستور حکومت محلی در مزار حضرت سلطان قلف زده شده و زیارت کنندگان تنها از بیرون حق زیارت را خواهند داشت. جنوبی میرزازاده گفت رئیس ناحیه خوالین گفت که نسبت این حادثه نهادهای انتظامی کار برده و افراد شرکت کننده را مورد بازجویی قرار دادند. قربان علی عبدالرحمن رئیس دهه مزار حضرت سلطان اویس قرنی دوشنبه 6 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت که این حادثه به تاریخ 3 آگوست سال 2016 رخ داده بود. قربان علی عبدالرحمن رئیس دهه مزار حضرت سلطان اویس قرنی میگوید بازار شهری ما را فهم کرد رفتیم در اونجا ما نمیدونستیم بعد یک نوار نشون دادن این مردمون مقبره را همون داده یک عیتوید میکنن میبراین همون یک گوید میخونن ایجی نمی هو 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 همی خیلی میگن میبراین دیگر همون خطی یکون تش یکون دوره دیگر گشتن ما تا حاضر همین نظارت های در همین حال یک مسئول رئیسات کارهای داخل منطقه کلاب روز 6 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت که نهادهای انتظامی این حادثه را تحقیق کرده و آن افراد را پیدا کرده و نسبتشان کارهای فهماندهی گذراندند. مسئولان محلی میگویند که برای اولین بار شاهد اجرای چنین مراسم شدند. کارشناسان امور دین میگویند که سینه‌زنی یکی از رکن‌های عزاداری به هنگام اجرای مراسم عاشورا است که همچون روز یادبود مرگ حسین معروف است. این مراسم همساله در جامعه شیعیان کشورهای اسلامی دیگر نظیر ایران اجرا می‌شود.